سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوب‌های دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می‌خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با تنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می‌دهد. کلاس چندمی؟ پنجم. چطور درس می‌خونی اینجا؟ صدای گوسفندان و تاریکی آقا نمیذارم درس بخونم. میتونی تخت سیاه رو ببینی؟ انشالله. اینقدر تاریکه چشم ما نمیبینه که تخت سیاه معلم بنویسه پاتخت. گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس میشوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است. اجازه اینجا سرد. خیلی دوست دارم نمره‌های خوب بگیرم ولی توی این آغل نمیشه. حاتمی معلم زحمتکش این مکان چند منظوره میگوید این کلاس آغله. گوسفندان الان دم در مشخصه که واقعا این کلاس نشان دهنده آغله و دانش آموزان هم اینجا که الان دارن درس میخونن واقعا چه گناهی کردن که کلاس به شکل آغل باشه. این آغل باشه ما تا مسئولین محترم آموزش پرورش شهرستان نتونن لااقل فکر به حالی روستا بکنن، لااقل یه تک اتاقی درست کنن براش. روستای آغولی آباد در 40 کیلومتری مسجد سلیمان در بین کوهستانی صعب العبور قرار گرفته و بدون آب و برق با نزدیکترین روستا حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم. باره می سازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش.